سوال داشتم از آقای دکتر یاسین، میخواستم بپرسم ایشون وقتی که اسلام آوردن واکنش اطرافیانشون و خانوادهشون چی بوده؟ چه واکنشی نسبت به اسلام آوردن شما داشتن؟ خب من بعد از مادر مسلمان شدم، ایشون راهگشا بود، در واقع صف شکن ایشون بوده. اما واقعیت امر این است که متاسفانه همون مباحث که الان قبلا گفتم و متاسفانه فرصت نیست، این همه این ذهنیت در واقع ما مواجه میشیم وقتی که مسلمان میشیم، کاملا متوجه نمیشن و یا میگن که این بنده خدا جوونه، مثلا مادرش که الان دیگه به اصطلاح همینجوری، بعد ایشون خودش جوونه، مثلا میخواد از این در خانواده متاسفانه برخورد میشه گفت یه مقداری با یک عکس العمل شدید، البته یک قسمتی طبیعی است، یک قسمتی هم میشه ما خودم میگم که شاید یه برفتار خوبی نداشتم به فرض، ولی خب توی وقتی که کم سن هستین و اینا بالاخره باید رأفت و باید یه جورایی فهم درک باشه، ولی در صورت چون اسلام تمام دیدگاه ها رو عوض میکنه و در واقع یه نوع زیر سوال بردن چیزی که یعنی مبانی اجتماعی و دینی و اعتقادی هست، پس به طب شما مواجه میشین با یک دیوار و گاهی هم نمیتونین جواب بدین، یعنی در واقع وقتی که مسلمان میشین مگر چقدر از قرآن و آیات و احادیث و از فقه و اینا چقدر میدونید؟ خیلی کم. در واقع شما مواجه میشین با یک دیوار هزار ساله که گام به گام ساختند بزرگان دین مسیحیت، ساختند یه دیواری که خود مسلمان ها ساختند با این تعصباتی که امروز متاسفانه میبینیم در هر جا و این کم فهمی که گاهی مشاهده میشویم و خود در واقع فضای سیاسی و فضای رسانه‌ای، در واقع مواجه میشین با یک دیوار و نمیتونین جواب بدین واقعا. و تکنون متاسفانه من خودم شخصا نتونستم این دیوار رو بشکنم، حتی با پسر عمو، پسر عمه، خاله و اینا که سعی میکنم واقعا اینا حداقل این است که یه دیدگاه خوبی داشته باشن، ولی با تمسخر، با تحقیر گاهی واقعا، یعنی البته اینا خود به خود این کار میکنن، نه اینکه برنامه ریزی شده باشه، ولی خود به خود چیزی که در میاد از دهانشون یه چیزی حرف خوبی نیست. مثلا فرض بفرمایید مثلا همون سلام علیکم که ما میگیم یه اسم یه حرف خیلی قشنگیه، اینا رسما با تمسخر و اینا با مثلا با من برخورد میکنند و در دانشگاه همینطوره. یعنی من حتی وقتی که مثلا در گروه تحقیقاتی بودم 5-6 نفره بودیم، بیشتر 10 نفره بودیم، جلسه داشتیم صحبت میکردیم، پیش اومد بحث و اینا، بعد که بله حال من مسلمان هستم و در صورت رسما یکی از به حال ما هم کلاس بودیم، یعنی اینجوری نیست که میگو اصلا دیوونه شدی، واقعا رسما جلوی همه و خیلی جدی میگو دیوونه شدی، یعنی خودش نمیتونست در واقع خودش رو نگه داره. خب یعنی واقعیت امر این است که الان واقعا اعتقادم این است که مشکل جدی داریم. یکم برمیگرده به فضا، یکم برمیگرده به کمبودی خودمون، یکم برمیگرده به این ارثی که ما به این چیزی که ما به ارث بردیم و این سوء تفاهم‌ها. یه سری حرفای که مسلمان‌ها می‌زنن هیچ به نظر من می‌دونی باید اولویت بندی باشه، شاید یه حرفی در افغانستان زده باشه شاید درست باشه، ولی هیچ لزومی نداره که چنین حرفی هر جا و به همون شکل و می‌دونین زرنگی می‌خواد، یعنی المؤمن قیس. خب ولی خب این همه این دلایل نهایتا واقعا مشکل داریم امروز، یعنی من اعتقاد خودم که الان باید واقعا کار کنیم و البته دشمنی ها خیلی زیادند،
دشمنی ها میدونین دیگه، یعنی مشخصه. ولی وقتی که دشمنتون میشناسید و دیگه مشخص کردیم برای همه و مشخص شد، دیگه لازم نیست هر 5 دقیقه بگیم که این دشمن این کارو کرده. نه، باید واقعا روی خودمون بگیریم دوشه خودمون. و این چه سنی چه شیعه، من اعتقادم این است که، ولی خب الحمدلله شیعان واقعا بهترند، یعنی کارشون خیلی بهتره، این که حرفی نیست. ولی واقعا باید انشالله، یعنی دعا بفرمایید که ما یکی از این افرادی باشیم که بتونیم کار کنیم تو این زمینه. انشالله.